مواردی که در اسلام همبستری با همسری که حلال است برای انسان ممنوع است موارد متعددی است. یک، زمانی که زن در عادت ماهوار است، هیچ مردی حق ندارد برایش دلیل بیاورد، چون و چرا بکند، هیلگری بکند. در زمانی که همسری در عادت ماهوار است، زن در عادت ماهوار یعنی در حیض است، نص صریح قرآن است که الله تبارک و تعالی دستور داده ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. هنگامی که زنها در عادت ماهوارشان هستند نزدیک نشوید به اونها تا زمانی که از این عادت پاک میشوند. صحابه گفتند یا رسول الله، منظور از نزدیک شدن چیست؟ چون در یهود تعاملی داشتن با همسرانشان که وقت زن عادت ماهوار میشد نه کسی غذای دستش میخورد، نه کسی با او به اصطلاح نزدیک میشد، نه حتی او رو لمس هم نمیکرد. میگفت این زن عادت ماهوار شد. اما اسلام چون نه دینی افراط است نه دینی تفریط، دینی اعتدال است. اسلام میگه غذای دستش هم بخور، او رو به آغوش هم بگیر، همسرت است، با او خوابیدن هم بخواب. اما تنها چیزی که ممنوع است، حدیثی دیگه داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه تنها جماع در این وقت ممنوع است. دیگه چیز برای انسان حلال است؟ دوست داره همسرش بوسه میزنه، دوست داره با همسرش بازی میکنه، دوست داره با همسرش سفر میرود، غذا میخورد، هیچ ممنوعیتی دیگه نداره. حتی زن میتونه در این وقت ذکر الله را بکند، تسبیح و تحلیل بگوید، برایش ممانعتی نیست. چیزی که ممنوع است برایش گرفتن جلد قرآن عظیم الشان، داخل شدن به مسجد در وقت عادت ماهوار، یک حالت ممنوع است. بعضی از برادران، خیلی سوال مهمی است، بعضی برادران هستند که حتی میگن در وقت عادت ماهوار با هم خانمم هم بستر شد. چرا قرآن گفته؟ به خاطر چی؟ به خاطری که وقتی آزار و اذیت است، از یک طرف همسرت اذیت میشه، از طرف دیگر ممکن امراض گوناگونی ایجاد بشه، نباید در چنین وقتی که اسلام منع کرده نزدیک بشی. یک حالت است که جماع ممنوع است با همسر در وقت عادت ماهوار. حالت دوم، در وقتی نفاس، نفاس برای خونی میگن، برای خونی میگن که بعد از تولد فرزند از وجود زن بیرون میشه، برای این میگن خونی نفاس. این خونی نفاس عقل ندارد، یعنی در حیض در عادت ماهوار عقلش 3 روز است و اکثرش 10 روز است، اما در نفاس که هست عقلی ندارد، یعنی میعاد کم ندارد، بلکه اکثرش تعیین شده از نظر اسلام 40 روز است. ممکن کمتر از 40 روز بعضی زنها پاک بشه از عادت به اصطلاح خون نفاسشان، 15 روز، 20 روز، 1 ماه، یا 35 روز، یا ممکن تا 40 روز پره کنه، اما از 40 به بالا نیست. بنابراین تا زمانی که زن از خون نفاس پاک میشه مرد حق نداره با خانمش همبستری بکنه. اما دیگه مواردش آزاد است، دیگه مواردش آزاد است. اگر کسی بی کنترل است میگه خب ما تا 40 روز چطور صبر بکنیم؟ یک کسی هست میگه، بعضی مردای شریری هست که میگه خب ما چی اندازه صبر بکنیم تا زمانی که یا کسی از سفر میاد پس دوباره به سفر رفته نیست، میگه خب زنش هم در عادت ماهوار است چیکار میکنه. ما در این مورد هم حدیثی داریم که از حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مادر مؤمنان سوال شد، رسول الله صلی الله علیه و سلام وقت تشریف می آوردن به خانه، شما در عادت ماهوار می بودیم چی میکردن؟ ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودن که پیامبر صلی الله علیه و سلام به ما دستور میداد، ما به اسلام و پارچه رو محکم میبستیم، همونطور در کنار ما می بود، با ما بازیش، شوخیش، مزاقش می کردن، ممنوعیتی نیست. یعنی حق داره از دیگه وجود زنش لذت ببره، اما با او هم خوابی نکنه. این حالت دوم. حالت سوم در وقت احرام است، چی در عمره است چی در حج فرضی. زمانی که زن و مرد میرن به حج احرامش می بندن، تا زمانی که از احرام بیرون نشوند برایشان نادرست، ممنوع و حرام می باشد، حق نداره با همسرش نزدیک بشه. حالت سومش، حالت سومش در روز چهارمش، در روز ماه مبارک رمضان است، چون زنم روزه داره مردم روزه داره، یا غالبا اگر زن روزه نداشته باشه شوهر حتما روزه داره، یا اگر مرد روزه نداشته باشه تازه از سفر آمده باشه حتما خانم روزه داره. در روز رمضان هم ممنوع است، حق نداره که با خانمش در روز رمضان، اما شب رمضان احل لکم لیلت الصیام الرفث، قرآن میگه شبهای رمضان برای شما ممنوعیتی نیست در روز رمضان. بنابراین اینها حالاتی ممنوعه است در جماع. یک، در وقت عادت ماهوار. دو، در وقت نفاس. سه، در وقت احرام. 4، در روز ماه مبارک رمضان. بنابراین
نباید در چنین حالاتی با همسرت همبستری بکنی. موفق و مایه باشید.